شما دوستان عزیز بخیر، گود مورنینگ اوریوان. امیدوارم در هر کجایی که هستید شاد و سلامت باشید و این روز بسیار بزرگ رو برای ماهایی که در امریکا زندگی میکنیم، روز جولای 4 رو در کنار عزیزانتون باشید. و حالا چه باربیکیو میخواید بکنید، چه به جایی برید، چه آردی در جایی هستید، در منزل عزیزی هستید، امیدوارم که این روز براتون خاطر انگیز و به یاد ماندنی باشه در نهایت سیفتی و امنیت. نلی هستم در خدمت شما عزیزان با برنامه دیگه از مورنینگ شو ود نلی، روزهای دوشنبه تا جمعه ساعت 9 تا 10 صبح به وقت لس آنجلس، و تکرارش رو میتونید شبها 9 تا 10 شب باز هم به وقت لس آنجلس نگاه بکنید. خب امروز من هم برای 4th of July آردی آماده شدم. هنوز نمیدونم what's going on، قراره که چه اتفاقی بیفته، کجا برم کجا نرم، احتمالا I end up staying home and watching movies، و یا اینکه فایرورک رو شاید از تلویزیون ببینم، یا اینکه نمیدونم، حالا شاید با دوستان قرار باشه که کاری هم انجام بدیم. خوبه آدم اگر تو جمع باشه، 10 نفر 20 نفر باشن، همه با هم بگن، بخندن، انجوی بکنن اون روز رو، خیلی خوبه. تنها نمونید توی خونه، اگرم تنها میمونید جز اونهایی باشید که از تنهاییتون لذت میبرید، نه اینکه تنها بمونید و غم و غصه بخورید. به هر حال دوستان عزیز، امروز روز جولای 4 2013. واو، چقدر واقعا زمان زود میگذره. باورم نمیشه، انگار دیروز بود که میگفتیم کریسمس داره میاد، سال نو داره میاد، بعدش عید نوروز شد. از زمان کریسمس برای من تا آخر عید نوروز تا 13 به در خیلی خوبه، برای اینکه همش اتفاقات خوب میفته. اول که خب جشن کریسمس هستش، بعد سال میلادی هست، بعد عید نوروزه، بعد تولد خودم هست که واو. منتها همیشه قاطی میکنن، اونایی که تولداشون تو عید میفته ما نمیدونستیم اون عیدی که به ما میدن این تولدم قاطیشه یا نمه. anyway دوستان عزیز، زمان به سرعت داره میگذره، عمر ماها هست که داره میگذره، پس چقدر مهمه که خودمون احساس بکنیم این گذشتن رو، کار مفیدی انجام بدیم. و اگر میخواهیم که قدم مثبتی در زندگیمون برای خودمون، چون ما نمیتونیم برای دیگران مثبت باشیم، برای دیگران قدم مثبت برداریم، اگر خودمون در جا میزنیم. این رو هرگز هرگز فراموش نکنید که هیچ وقت برای شروع دوباره، برای ساختن، برای زندگی رو بهتر کردن دیر نیست. زندگی رو بهتر کردن بعضی ها با گریدی بودن اشتباه میگیرن، نه. یکی ممکنه که از خانوادش بزنه، به اونها وقت نده، به اونها خیلی از زمان مناسب و درست و کوالیتی تایمی که باید با هم دیگه داشته باشن نده که بره مثلا با دوستاش بگذرونه. ولی اگر شخصی داره این کارو میکنه که آینده خانواده رو تامین بکنه، من فکر میکنم یک چند سالی یه مقدار سختی کشیدن قدر یک دنیا زندگی خوب، یک عمر طولانی و زندگی خوبی رو که ممکنه در مدت زمان طولانی تری داشته باشن داره. حالا یکی میگه خب ما نمیدونیم تا فردا چی میشه. That's true، شما هم درست میگید. ولی چقدر خوبه که وقتی که داریم قدم ها رو بر میداریم برای رسیدن به مقصد و هدف، اگر هم قرار شد جانمون رو از دست بدیم و از این دنیا بریم، خب دیگه مرگ دیگه، بعد دیگه با مرگ نگوشیت نمیتونیم بکنیم. دو تا پرچم پشت سر من میبینید، پرچم شیر و خورشید ایرانی، پرچم سرنگ ایران، سبز و سفید و
قرمز و در میانش این شیر قرآن. من عاشق این پرچم هستم و هر جایی که پرچم ایران رو میخوام نشون بدم یا دسکرایبش بکنم یا توضیح بدم، من این پرچم رو دوست دارم. حالا ممکنه کسی پرچم جدید رو دوست داشته باشه که هیچ اشکالی هم نداره، ولی این پرچم رو گذاشتم امروز برای اینکه در هر جای دنیا که زندگی بکنیم باز هم یک ایرانی هستیم. ولی واقعا میگم در سرزمینی زندگی میکنیم که it's a blessing و در کنار او پرچم امریکا رو میبینیم، پرچم کشوری که به ما این امکان رو داده که بیایم در اینجا زندگی بکنیم، نه تنها خودمون بیایم بلکه بتونیم خانوادهمون رو هم بیاریم. در کمتر جای دنیا این اتفاق میفته که در مدت زمان کمی شخص بیاد، اگر پرکار باشه، اگر پشت کار داشته باشه، اگر هدف داشته باشه، اگر سخت کوش باشه، بتونه اجازه داشته باشه به دانشگاه بره. خیلی ها در کشور خودشون اجازه دانشگاه رفتن ندارن به خاطر اینکه حالا مثلا باور خاصی رو دارن یا دنبال میکنن و انسانهای بسیار بسیار خوبی هم هستن. میتونه دانشگاه بره، میتونه اینجا بیزنس باز بکنه، میتونه زندگی سالم و راحتی داشته باشه، بچه دار بشه، بچهش به مدرسه بره و بچهش اگر اینجا به دنیا بیاد حتی میتونه چیکار بکنه؟ بره و برای انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکنه. خدا رو شکر برای این کشور. و از طرف خودم و همکارانم در انای تیوی روز 4th of July رو به همه امریکایی ها و به همه ایرونی های امریکایی تبریک میگم، شاد باش میگم و امیدوارم که قدر این کشور رو بدونیم که درش هستیم با تمام سختی ها و ناراحتی هاش. I like it here. برای منی که الان نصف عمرم رو در اینجا بودم، This is my home. فعلا این هومه. برای من اینجا خونه است. برای اینکه جایی که خونه خودم بود شاید یک مقدار سخت باشه، ولی مطمئن هستم، امیدوار هستم و باور دارم که روزی همین پرچم سرنگ زیبا در ایران رو همگی با هم توی دستمون میگیریم و میتونیم آزادانه در کشوری که متعلق به ماست، در کشوری که از گوشت و خون و پوستش هستیم و فرق نمیکنه هر جایی که بریم این قیافه رو نمیتونی تغییر بدی، تا نگاه میکنن میگه ایرانیه، تا نگاه میکنن میگن ایرانیه. خیلی جالبه، چهره های دیگر رو شاید از کشورهای مختلف شاید سخت باشه تشخیص دادنشون، میگن طرف میدل ایستیه، ولی چهره ایرانی رو به محض اینکه شما نگاه میکنید فکر بکنید دو نفر دارن در خیابان راه میرن، همدیگر هم نمیشناسن، یک لحظه سرتو بالا میکنی نگاه میکنی میبینی طرف ایرانیه، حسش میکنی، اون گرمای وجودش رو احساس میکنی. پس امیدوار هستم که روزی هم در ایران این ایندیپندنسی بودنمون رو از مسائلی که باعث میشه انسانها رو اجازه نده در آرامش و در امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی، امنیت تفکر زندگی بکنن، ما هم خودمون رو غیر وابسته بکنیم و بتونیم همگی با هم با هر فکری که داریم، از هر دین و نژاد و مذهب و مسلکی که هستیم، همگی با هم در ایرانمون در نهایت آرامش و شادی زندگی بکنیم. اگر میوزیک ویدیویی داریم بریم با هم ببینیم و بعد برمیگردیم یه کوچولی راجع به 4th of July با هم دیگه صحبت میکنیم و بعدش ببینیم که برنامه امروز چیه. دوستان عزیز، تا چند ثانیه دیگه این میوزیک ویدیو رو میبینیم و در خدمت شما عزیزان خواهم بود. با ما باشید.
4th July, happy, 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 happy holiday. Very, very, very good holiday. 4th July, for everybody, very number one. For everybody, very number one. American business, American business. Marriott Hotel, very, very top. Marriott Hotel, very different. I love 4th July. I like unity of mankind. I love 4th July. I like unity of mankind. Everybody say freedom. Everybody say freedom. You haven't seen freedom if you haven't been in here. You haven't seen freedom if you haven't been in here. American people, American people, they love to make peace everywhere. They love to make peace everywhere. Everybody come in here. Everybody come in here. Together, side of America. Together, side of America. With the right to make peace everywhere. With the right to make peace everywhere. I love 4th July. I like unity of mankind. I love 4th July. I like unity of mankind. Galaxy 19. Frequency 11966. Horizontal, FEC 3/4. Symbol rate 22,000. NITV United, new frequency, Galaxy 19, frequency 11966 horizontal, symbol rate 22,000, FEC 3/4. NITV United, new frequency. من تمام عمرم رو با مشکل چاقی گذروندم و نگران سلامتی خودم هستم. با مشکل فشار خون بالا و کلسترول زندگی میکنم. به خاطر وزنم نمیخوام به بیماری قلب، فشار خون بالا، قند و یا بیماری های دیگه مبتلا شم. تصمیم گرفتم که در مورد به دست آوردن سلامتی خودم اقدام کنم و به همین دلیل با مرکز جراحی ماونتن ویو تماس گرفتم. تخصص ما در مرکز جراحی ماونتن ویو در زمینه کاهش وزن و درمان چاقی است. ما در این مرکز از جدیدترین و بهترین روش‌ها برای درمان چاقی از جمله gastric sleeve procedure و gastric banding procedure استفاده می‌کنیم. هر دو این متد طرح شده‌اند که شما را به وزن ایده‌آل و سلامتی کامل خود برسانند. مرکز جراحی ماونتن ویو 818-205-9500. در این مرکز انواع بیمه های پی پی او پذیرفته می شود. لکریما I've traveled around the world in search of effective ingredients and techniques to sustain human health and appearance. I've met with world-renowned scientists, herbologists, medicine men, and experts in wellness and aging. I've discovered that several natural compounds known as bioflavonoids are highly effective in improving health and appearance when applied both topically and internally. The most potent bioflavonoids are called catechins. The catechins are natural plant derivatives. And many centuries before being studied by modern scientists, they were used in therapies for purposes of purification and beautification. What we have here is the world's first catechin active topical composition. These products are developed by the American Catechin Research Institute right here in California and are supported by the world's finest anti-aging experts.
من استیون بیژن مصباح با متجاوز از 25 سال سابقه و تجربه در امور فروش، خرید و یا سرمایه گذاری در کامرشال و یا رزیدنشال ریل استیت در لاس وگاس نوادا و در کالیفرنیا فعال هستم. جهت مشاوره در امور خرید، فروش و سرمایه گذاری در ایالت کالیفرنیا و نوادا با شماره 310-897-2044 تماس بگیرید. باشگاه خانوادگی NITV. برای عضویت در باشگاه خانوادگی NITV با ما تماس بگیرید. دو گونه عضویت در کلاب NITV وجود دارد. 1. اعضا با عضویت طلایی، افرادی که حداقل 6 ماه ماهیانه بین 30 تا 50 دلار به NITV کمک می‌کنند. 2. اعضا با عضویت پلاتین، افرادی که حداقل 6 ماه ماهیانه از 100 دلار به بالا کمک می کنند. مزایای عضویت در کلاب NITV. تمام اجناسی که NITV در بازار جمع می فروشد برای اعضای طلایی 5% و برای اعضای پلاتین 10% تخفیف خواهد داشت. دارندگان عضویت پلاتین می توانند تبلیغات شرکت خود را به صورت زیرنویس بدون پرداخت حق تبلیغ در NITV بگذارند. برای عضویت در باشگاه خانوادگی NITV با تلفن 818-835-9800 تماس بگیرید. باشگاه خانوادگی NITV. خب دوستان عزیز، قسمتی رو که دیدید این آقای ایرانی خیلی جالب خونده بودن. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم روی یکی از آهنگهای زنده یاد سوسن این جریان فورت آف جولای رو و تقریبا داستانی که همه میتونن بیان آمریکا و کار پیدا بکنن و اینها و and he loves fourth of July, good for him. خیلی جالبه، خیلی من شنیدم که ایشون برای تمام مراسم ها و اوکیژن های مختلف یه همچین کلیپی رو درست کرده. خب کار جالبی هست. به هر حال امیدوارم که این عزیز هم لذت ببره از 4th of July، همچنین شما عزیزانی که در اینجا هستید، اونهایی که تازه اومدید امریکا. یه خبر براتون دارم و اون اینه که نمیدونم گفتن تو امریکا چه خبره، ولی میتونم بگم که اون 5 سال تا 7 سال اول فقط کار، کار، کار و کار و اینکه خودتون رو پیدا بکنید. سرزمینی هست که اگر تلاش بکنید، اگر کار بکنید، اگر زحمت بکشید و تمرکز داشته باشید روی اون هدفی که به خاطرش اومدید. برای اینکه اینجا برخلاف شاید اروپا دولت پول مجانی و یا امکانات مجانی به اون صورت نداره، مگر اینکه برای سینیور سیتیزن ها مدیکالی مدیکری باشه، یک اسیستنت لیوینگی باشه یا مسائل دیگه که اون هم باید از یک گروه سنی بالاتر باشید. ولی امیدوارم هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت جز به اون افرادی نباشید که برای مدت زیادی از امکانات دولتی استفاده بکنید، چون که اون موقع هست که خودتون و توانایی‌های خودتون رو تقریبا به یک حالت سستی و یا پرالایز بودن در میارید. اگر جوان هستید مطمئن باشید تمام آرزوهایی که دارید میتونید دونه دونه بهشون برسید. اما در مورد 4th of July برای شما عزیزان بگم که این اتفاق غیر وابسته شدن و ایندیپندنس بودن در جولای 4th 1776 اتفاق افتاد و به طور رسمی از دولت گریت بریتن، بریتانیای کبیر یا بریتانیای بزرگ
آمریکا جدا شد و خودش رو به عنوان یک کشور مستقل شناسوند. و خیلی جالبه شما نگاه میکنید ببینید از سال 1776 تا الان که سال 2013 هست چند صد سال میگذره، نه زیاد، ولی ببینید که چه اتفاقاتی افتاد و چقدر این کشور از همه لحاظ پیشرفت کرد. خب وقتی که من خیلی فیلم های قدیمی رو دوست دارم، خصوصا فیلم هایی که چطور اصلا می اومدن و مرزها رو مشخص می کردن. دیروز داشتم توی هیستوری چنل یک برنامه بسیار جالبی بود در مورد اصلا نقشه امریکا چرا به این صورت در اومد و ایالت های امریکا به چه صورت شد. و اگر شما به وسط نقشه امریکا نگاه میکنید میبینید که 4 تا ایالت به صورت انگار 4 تا باکسه، مثل 4 تا مربع هست، عین هم هستن و اینها چجوری به وجود اومدن خیلی جالبه. حتما اگر فرصت کردید یاد بگیرید یک مقداری در مورد تاریخ امریکا و این که چطور اومدن یک نواری رو تقریبا در دو سوم از بالا دو سوم رو کات کردن و ایالت هایی که بالای این نوار و یا این مرز بودن ایالت هایی بودن که بردهداری می کردن. اگر خاطرتون باشه بردهداری هم در امریکا چند صد که نمیشه گفت، ولی تا میشه گفت 100 سال گذشته 80 سال گذشته باز هم هنوز شاید در بعضی مناطق این اتفاق میافتاد، مخصوصا در قسمت های لوئیزیانا. شما اگر برید کاملا میتونید ببینید. من حدود سال 2001 بود که یک مسافرتی داشتم به لوئیزیانا. خیلی شما قشنگ احساس میکردید اون فیلم های قدیمی که میبینیم توی تلویزیون، خونه های خیلی خیلی بزرگ وسط باغ های آنچنانی و بعد شما میبینید که پایین خونه یک جایی هم هست، خب اونها جای برده ها بودن و کلن سیاه ها به اون صورت رایتی نه تنها نداشتن، حالا اون یک مسئله جداگونه، بلکه بردهداری هم میکردن. خدا رو شد کالیفرنیا جزو اون ایالت هایی نبود که بردهداری میکردن، کالیفرنیا و شهر ایالت های پایین تر. به هر حال خیلی جالبه وقتی شما نگاه میکنید میبینید که چطور مرزها درست میشه، مرز شهرها چجوری درست میشه، چطور ایالتها به وجود میاد و این نقشه چجوری کم کم شکل میگیره. و اتفاقی که میفته این جریان فدرال بودن و استیت بودن، اینها خیلی جالبه وقتی نگاه میکنید. خب میدونید که 4th of July یک هالیدی هست که به دولت فدرال وابسته هستش، یک هالیدی، یک تعطیلی رسمی و عمومی هستش. حتما اگر اهل مطالعه هستید یا اگر دوست دارید که اهل تلویزیون هستید، فکر میکنم به صورت دیویدیش هم وجود داشته باشه، خوب آدم بدونه این سرزمینی که داره درش زندگی میکنه چجوری اصلا به وجود اومده. و چون انقدی از سنش نمیگذره ماها داریم تاریخ امریکا رو تشکیل میدیم به همراهش. من فیلمی هست به اسم Adams Family، فیلم جالبی داستان زندگی پرزیدنت آدم رو داره میگه و اینکه بعد از اون تامس جفرسون اومد و I like him، یکی از پرزیدنت هایی هست، رئیس جمهورهای امریکایی هست که خیلی من خوشم میاد از شخصیتش، از طرز فکرش. مرد بسیار بسیار با حکمتی بوده، خیلی وایز بوده و کار وایت هاوس رو این تموم میکنه. خیلی جالبه که اصلا شما نگاه میکنید ببینید وایت هاوس چجوری ساخته شد، حالا پرزیدنت های مختلف اومدن و درش دارن زندگی میکنن. به هر حال خیلی جالبه برای اینکه در جولای 4th 1776 این اتفاق میفته و به طور رسمی
ما وابستگیمون رو نسبت به انگلیس از بین از دست میدیم و این اتفاق این جشن همراه هستش با اینکه مردم باربیکیو میکنن، پریدهای مختلف دارن، فایر ورک هستش و خیلی همه فامیلی با همدیگه هستن و این رو واقعا جشن میگیرن. اجازه بدید بریم یک موزیک ویدیو رو ببینیم در رابطه با 4th of July. این یکیش دیگه واقعا موزیک ویدیو هستش و بعد برمیگردیم در خدمت شما عزیزان. اگر میخواهید که روی خط بیاید، خاطره ای دارید از بودنتون در امریکا، میخواهید چیزی رو بگید، میخواهید باشی در این برنامه، you're more than welcome. 818-835-9800 در خدمت شما عزیزان هستیم. خوشحال میشیم که از شما بشنویم، ببینیم که امروز برای 4th of Julyتون چه برنامه دارید. با ما باشید. Tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life, and I had to start again with just my children and my wife. I thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom and they can't take that away. Men who died, who gave that right to me, and I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea, from Detroit down to Houston and New York to LA, where there's pride in every American heart, and it's time we stand and say, defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free, and I won't forget the men who died, who gave that right to me, and I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the God bless America and God bless you. بسیار زیبا بود این میوزیک ویدیو و چقدر خود کشور امریکا زیبا هست. واقعا اگر به دنبال این هستیم که بخوایم طبیعت رو ببینیم در جاهای مختلف با شکلها و رنگهای مختلف، من فکر میکنم که لازم نیست حتما از کشور خارج بشیم. هرچند رفتن به بعضی از ایالت‌های امریکا به اندازه این هست که شما بخواید به یک کشور دیگه مسافرت بکنید، از نظر شاید طول زمانی لیووری که ممکنه داشته باشید و یا از نظر مخارج فرقی نمی‌کنه، ولی من فکر می‌کنم که کشور بسیار زیبایی هست و
این رو شایستگی این رو داره، ارزش این رو داره که بتونیم بخوایم بریم و نگاه بکنیم. من به خاطر نوع کاری که داشتم خیلی I was blessed که میتونستم برم و ایالت‌های مختلف رو ازش دیدن بکنم. درسته آدم برای کار میرفت و اینها، ولی باز هم هنوز خیلی مونده، ولی باز هم خوب بود. به اندازه حداقل 20 تا ایالت رو تونستم در مدت زمانی که کار میکردم برم ببینم، 4 روز 5 روز 6 روز اونجا بمونم. و همین که شما با یک سری آدم‌های دیگه آشنا میشید، با فرهنگ و کالچر دیگه آشنا میشید، باور بکنید به بعضی از این ایالت‌های شرق که میرید شما فکر میکنید یک کشور کاملا متفاوت و جداگونه هستید. یادم برای بار اول، اگر هنوز نیویورک رو ندیدید عزیزان، حتما حتما نیویورک is a must, must see. نیویورک و شیکاگو دو تا از ایالت هایی هستن که واقعا باید ببینید. نیویورک از لحاظ کالچر متفاوتی که داره، فرهنگ متفاوتی که داره، شما با خیلی خیلی آدم ها از قسمت های مختلف دنیا در یک جزیره کوچولو، در یک آیلند کوچولو آشنا میشید و این شهر خواب نداره. تایم سکوئر نیویورک واقعا زیبا و دیدنی هست. اگر نمی ترسید از ترافیک و اگر حواستون به کیفتون هست و اگر اهل پیاده روی هستید، من فکر می کنم که نیویورک شهر زیبایی باشه، شهر جالبی باشه برای اینکه برید ببینید. البته فصلش مهمه، کی میرید؟ حدود آگست سپتامبر، it's a very nice season که برید نیویورک رو ازش دیدن بکنید. و حتما یک صبحتون رو اختصاص بدید که فقط برید سنترال پارک و مدیتیت بکنید، راه برید، نفس بکشید. انقدر زیبا هست، باور بکنید که تمام قرض و قلاهاتون یادتون میره. It's a beautiful city. حتما نیویورک برید. آرت گالری های خیلی زیبایی در اونجا هست و بسیاری از ایرانی های موفق و در زمینه‌های مختلف، در زمینه آرت و در زمینه جواهرات، خیلی از ایرانی‌های موفق شما در نیویورک باهاشون آشنا میشید و 100% در وال استریت هم ایرانی کم نداریم. بعد از اونجا حتما برید شیکاگو. شیکاگو یک جاییه که بسیار فرهنگ داره، کالچر داره. وقتی شما به در و دیوار، خیلی متفاوته نیویورک ورسس شیکاگو. نیویورک رو شما میرید همه چی قوطی رفته بالا، مگر اینکه برید به قسمت سابرب و هومه و منهتن و اینها که یه مقدار فرق میکنه. و بعد که دیگه میایید بیرون از اونجا و به لب ساحلش میرید و اینها، خیلی خب زیباتر هست، خونه های بسیار ویلایی و قشنگی درش هست و قیمتاشون هم سر به فلک میکشه. ما فقط باید بریم از دور نگاه کنیم و برگردیم. شیکاگو وقتی میرید انگار یه جورایی رفتید اروپا. ساختمونهاش خیلی متفاوت‌تر هست، با کاراکتر و شخصیت بیشتری شما روبرو میشید در شیکاگو. رستوران های بسیار بسیار خوبی داره و این شهر هم somehow این شهر هم نمیخوابه، ولی یه تفاوتی داره، تفاوت‌های خودشونو دارن. ولی مثل من توی ماه ژانویه نرید که یخ میزنید، برای اینکه من توی ماه ژانویه سال فکر می‌کنم 2006 بود رفته بودم و همینجوری اصلا باورم نمیشد که هوا میتونه انقدر سرد باشه. فکر کنین از کالیفرنیا من پا شدم رفتم شیکاگو، خب یه ژاکت تنم بود، یقه اسکی هم بود، بعد کتم هم تنم بود، دستکش و شال و کلام داشتم، ولی من دیگه حس نداشتم، خودم رو صورتم رو حس نمی کردم انقدر هوا یخ و سرد بود. ولی بازم با اون سرما باور بکنید خیلی می چسبید، خیلی خیلی زیبا هست. تنها چیزی که از نیویورک من خوشم نمیاد این جریان
آشغالاییه که شبا میذارن بیرون و صبح هیچی نمیبینید، همه رفته تموم شده اینها، ولی شبا تا دلتون بخواد اونجا آشغال میذارن و میان اینها رو جمع میکنن. یک مقدار شهر حالت امنیتش بیشتر شده، قشنگ خوبه. به هر حال واقعا در کشوری زندگی میکنیم که انواع و اقسامه، آب و هواهای مختلف، طبیعت‌های مختلف، مردمان مختلف درش وجود دارن و اگر اهل مسافرت هستیم حتما نباید خیلی پول خرج بکنیم. تا جایی که میدونیم از قبل بلیت رو رزرو میکنین، استادی میکنین، it's beautiful، ولی حتما اگر به یک شهر جدیدی میرید سعی بکنید یک جای تاریخیش هم برید ببینید. اگر اهل آرت و اینها هستید، در نیویورک موزه های بسیار قشنگی وجود داره. همچنین در شیکاگو اصلا خود شهر رو شما وقتی نگاه میکنید یک کلاس دیگه ای داره، یک انرژی عجیبی داره. It's beautiful. لس آنجلس خودمونم خیلی خوشگله، فقط من نمیدونم چرا اینجا اکثرا یه چیزیش من رو یه کوچولو بادر میکنه. البته خب میدونم به قول معروف it goes with the weather و با کلایمت و اینها هست. خب آدم توی لس آنجلس، توی میامی، چون اینها شهرهایی هستن که به آب نزدیک هستن، یا هوایی که اصلا انگار خودش یه مملکت جداگونه است، فرق میکنه. ولی توی لس آنجلس، میامی، اینها مردم یه مقدار کژوال تر لباس می پوشن. حالا تو میامی میگیم که خب درصد هیومیدیتی و یا اون شرجی بودن هوا خیلی زیاده، اونو میپذیریم. ولی بعضی وقتا توی الای آدم نگاه میکنه میبینه خب طرف اومده مثلا حالا تو گروشری استور یه غذایی بخره، یه چیزی بخره. من نمیدونم این جریان گرم کن پوشیدن چیه که بعضیا واقعا با سوئت پنسشون میان و خرید میکنن و اصلا شما نگاه میکنید یه جورایی فرق میکنه با ایالتهای دیگه امریکا. به هر حال خوبه، قشنگه. ممکنه کسی جیم رفته باشه، یه لباس شیک و قشنگ و تمیز تنش باشه و میاد خب میره خریدشو میکنه. ولی بعضی وقتها میبینیم که اصلا یه شونه میزده به موهات بد نبود. anyway، مملکت آزادی، هر کس هر جوری دلش میخواد میتونه لباس بپوشه بیاد بیرون، خدا رو شکر. ولی خب جالبه شما وقتی که از یک جا میرید به یک جای دیگه تفاوتها رو میتونید احساس بکنید و مردمانی که درش زندگی میکنن، خب اینجا به مکزیک نزدیک داره، شاید یک مقدار اینفلوئنس پیدا کرده، کالچر اونها یه مقدار متفاوت‌تر هست، اونها آدم‌های راحت‌تری هستن، مثل ما ایرونیا نیستن که حتما باید همه چیشون مچ باشه، شیک و تر و تمیز وقتی میرن بیرون بوی عطرشون تمام کوچه رو بگیره. به هر حال دوستان عزیز، امیدوارم در هر کجایی که هستید، هر کاری که می‌کنید، بهتون امروز خوش بگذره. خب یکی از جاهایی که اگر در منطقه ویلشیر ایریا زندگی میکنید، نمیدونم امروز چه جاهایی، دقیقا همه جاها رو نمیدونم که بخوان فایر ورک داشته باشن و اینها، خب مسئله سیفتی و اینها هم هستش، ولی مراقب باشید وقتی میرید. اگر گروهی میرید بشمرید گروهتون رو که خدای نکرده کم نشید، به خصوص بچه هاتون رو. اگر ممکنه 100% حیواناتتون رو در منزل نگه بدارید که با این فایر ورک و اینا اونها نترسن. ولی میدونم که در هالیوود مراسمی وجود خواهد داشت دیرتر، فکر میکنم ساعتهای 6 و 7 بعد از ظهر باشه برای فایر ورک. ولی اگر در منطقه ویلشیر هستید، یک هتلی هست به اسم هتل ویلشیر، تقریبا وسطای ویلشیره، رودئو اینها رو رد میکنید. هتلی هم هستش که شبیه هتل و اینها نیست زیاد، مثل یک ساختمون باکس مانند رفته بالا، ولی حالت خیلی کانتمپری و شیکی داره. روفتاپ این هتل، یعنی بالای هتل که تقریبا حالت پدیوش هستش و سه تا لول مختلف داره، سه تا جای مختلف، شما 360 درجه تمام شهر زیر پاتونه، یعنی هیچ ساختمونی اون رو بلاک نکرده، هیچ چیزی بلاک نکرده. تقریبا میتونم بگم تنها نقطه‌ایه که در
ویلچر شما میتونید بیستید روی از نظر رستوران و اینها میتونید بیستید و تمام منطقه رو میتونید ببینید. در این هتل ویلچر اگر آماده دارید، خیلی جالبه، دیروز صحبت میکردن از اکتیویتی هایی که در اونجا وجود داره. البته مطمئن هستم که الان احتمال زیاد سولد اوت شده، ولی در اونجا باربیکیو میکنن و استخر هم داره، انواع و اقسام نوشیدنی ها هم وجود داره و با نشون میدن که چجوری با $20 all you can eat باربیکیو رو بتونید درست بکنید و در اونجا هم هست. حالا بازم میگم نمیدونم که هنوز بلیط باشه یا نه، ولی جالبه اگر میتونیم نشون بدیم هتل ویلچر رو، میریم میبینیم، اگر نه که هیچ اشکالی نداره، ولی جای جالبیه، خیلی آمبیانس و اتمسفرش و فضاش خیلی قشنگه. حالا اگر امشب نتونستید برید، حتما یه بار همسرتون رو ببرید اونجا و یک ساعت دو ساعت از اون فضا، از اون آرامش لذت ببرید و با همدیگه غروب خورشید رو نگاه بکنید. باز هم میگم انقدر روزهای عمر کوتاهه، انقدر زمان زود میگذره که نمیدونیم تا فردا چی پیش میاد، پس سعی بکنیم که خودمون باشیم، سعی بکنیم که درست زندگی بکنیم، سعی بکنیم که آنست باشیم، حداقل با خودمون بی آنست و دنبال پول رفتن و دنبال این چیزا خیلی خوبه. خود من بسیار بسیار فعال هستم در زمینه‌های مختلف، در زمینه تحصیل، در زمینه بیزنس، ولی یه چیزهایی رو گاهی اوقات به خاطر ارزش‌های دیگه‌ای که برام مهمه، شاید اون لحظه کنار میگذارم که بخوام اون چیزی که من رو پر میکنه از لحاظ روحی و روحانی اون رو انجام بدم. برای اینکه ما آدم‌ها خیلی هامون یاد گرفتیم که فقط دهنده باشیم، بخشنده باشیم. حالا ممکنه یکی پولش رو بده، ممکنه یکی وقتش رو بگذاره، ممکنه یکی بخواد که کاری رو برای کسی انجام بده، ممکنه کسی بخواد خیلی اکامدیت بکنه دیگران رو. خیلی ها متاسفانه فکر میکنن اگر شما به هر یک نفری که ازتون تقاضای کمک کرد یا چیزی ازتون خواست بگی آره من هستم، ولی از اون ور به خودت ضرر برسونی، این خوبه. اصلا خوب نیست. شما در درجه اول، من و شما دوست من، در درجه اول مسئول سلامت روح، جسم و روان خودمون هستیم. یک بیمار نمیتونه یک بیمار دیگری رو شفا بده. اول خودمون باید شفا پیدا بکنیم، اول خودمون باید سالم باشیم از نظر روحی، جسمی و روانی، و بعد میتونیم اگر فرصت پیدا شد دست دیگری رو هم بگیریم. اینه که قدر خودتون رو بدونید. اگر شما قدر خودتون رو ندونید و برای وقتتون، برای پولتون، برای کاری که برای دیگران میکنید، برای خودتون ارزش قائل نشید، بهتون قول میدم دیگران هم برای شما ارزش قائل نخواهند شد. خب وقت ما تموم شد. روز 4th of July هم دیگه داره کم کم به وسطاش میرسه و در منطقه شرق اگر هستید، الان دیگه بساط باربیکیو رو راه انداختید. در کالیفرنیا که هستید الان همه زنگ میزنن خب کجا بریم، چیکار کنیم، let's get together. من هم میگم let's get together دوستان عزیز، تو خونه نمونید، تنها نباشید، مگر اینکه مثل من از تنهاییتون لذت ببرید، ولی سعی بکنید که در جمع باشید و این روز رو جشن بگیرید. از کار و زندگی و اینها، کارهایی که فکرتون رو مشغول میکنه، یه روز آف بگیرید. باور بکنید مشکلات و بیلا و اینا همچنان سر جاش خواهد بود، هیچ جا نمیرن، همیشه برای ما میان، ولی امروز رو به خودتون آف بدید و به یاد بیاریم روزی که وارد این کشور شدیم، روزی که گفتن که خانم آقا شما ویزا گرفتی و Welcome to America، میتونی بیاید اینجا زندگی بکنید، یا کار حالا اسایلمتون درست شد، یا ازدواج کردین و اومدین، یا به وسیله بچه هاتون پاشدین اومدین.
به هر دلیلی اون لحظه‌ای که پاتون رو گذاشتین توی امریکا و اون شب اولی که سرتون رو گذاشتین زیر بالش، نه بابا بالشه همون بالش هست، فرق نمی‌کنه. ولی اون لحظه من مطمئنم هر کدوم از ماها یک پلانی برای آیندهمون ریختیم، یک فکری برای آیندهمون کردیم. هر کدوم از ماها با یک هدفی وارد این کشور شدیم. امروز من میخوام هممون رو به این فکر دوباره برگردونم. روزی که وارد امریکا شدیم به خودمون چه قولی دادیم؟ من میخوام تا 10 سال دیگه بیزنس بزنم، تحصیلات بکنم، ازدواج بکنم، چه میدونم یک شغلی رو یاد بگیرم، حرفه یاد بگیرم، هنر یاد بگیرم، کاری انجام بدم. الان 5 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال از اون روز میگذره. آیا اون عهدی رو که با خودمون بستیم انجام دادیم؟ اگر انجام دادیم، good for you, great job, well done. اگر انجام ندادیم، it's not late. It is not too late yet. ولی فردا فکرش دیره. همین امروز تصمیم بگیریم. همین امروز پلان بکنیم، برنامه ریزی کنیم. آخه اون، عزیزم، زندگی میگذره. ساعتها و لحظه ها میگذره. You can do it. برای اینکه دوست خوب من، ما در سرزمینی هستیم که حق انجام هر کاری رو تا اونجایی که به حق و حقوق دیگران و به حق و حقوق کشور ضرری نمیزنه و از نظر امنیتی مشکلی ایجاد نمیکنه، ما حق انجام هر کاری رو داریم و هیچ وقت دیر نیست. اگر 30 سالته، 40 سالته، 50 سالته، دلت میخواد برگردی دانشگاه، go for it, good for you, do it. اگه بیزنست از بین رفته و نمیدونی چی کار بکنی، اون ناراحتی و خستگی و shake it up and get up. فکر بکن و مطمئن هستم که با پازیتیو بودن، با درست اندیشیدن، با یک باور قوی میتونی به اون چه که برای تو کوه مشکلات هست غلبه پیدا بکنی و بعد شیرینی و لذتش اون زمانیه که برمیگردی پشت سرت رو نگاه میکنی و میبینی که چقدر بزرگ شدی از نظر روحی و چقدر با تجربه تر شدی. Happy 4th of July everyone. روز واقعا از ایندیپندنس بودن، غیر وابسته بودن امریکا رو که ما هم درش هستیم، به همه شما عزیزان شاد باش میگم. امیدوارم در این مملکت رشد بکنید، به تمام آرزوهاتون برسید و بتونیم یک روز همگی با هم این پرچم سه رنگ زیبای ایران رو در ایران بالا ببریم و در نهایت سلامتی و آزادی زندگی بکنیم، هممون با هم دیگه، که اون موقع اگه یکی هم از امریکا پاشد اومد ایران، نترسه بیاد و زیبایی‌های ایران رو ببینه که کم نیستن. همه شما عزیزان رو تا فردای دوباره به خدای بزرگ میسپارم. I love you everyone. خدا نگهدار و happy 4th of July.